شما آزاد، مستقل، بالغ و رشید هستید. مرعوب پرخاش ها و نهیب ها و افتراعات کسانی که زبان به ملامت و شماتتتان باز می نشوید. به خرد اعتماد کنید. حقیقت را با آدم ها نسنجید. شما خودتان ابزار تشخیص و تشخیص تصمیم درست را دارید. مهم این است که بدانید چه می خواهید و چرا این را می خواهید. پس بگذارید روشن بگویم. من میخواهم پزشکیان رئیس جمهور شود به دلایلی سلبی و ایجابی دلیل سلبیش این است که نمیخواهم متوهم بیدانش و دین فروش مزوری مثل سعید جلیلی حتی یک روز سکان این منصب را به دست بگیرد دلیل ایجابیش اما این است که در برابر او فردی نشسته که دانش بی به کسی نمیفروشد. فروشد. سغراتوار معترف به نادانسته های خود است. خود را در مشکلات موجود سهیم میداند و مدام مشکلات را به گردن این و آن نمیاندازد. در دین ورزیش صداقت دارد. پشت مفاهیم مبهم و انتظاییات پنهان نمی شود. زبان مدیریت را میشناسد. تجربه مدیریت دارد. تفاوت قومی، زبانی و فرهنگی را در جامعه درک می کند. جلوتر از مردم حرکت نمی کند. پذیرفته است که پیام امتناع 60 درصدی مردم در انتخابات دور اول یعنی روگردانی این مردم از این حکومت در خیالاتش آن 60 درصد از مردم را هم موافق خود خیال نمی کند اینها نشان یک رهبر سیاسی واقع بین است مهمترین اتفاق سال 1403 پدیدار شدن میزانی از بلوغ فکری و معرفتی است نمیر حسین موسوی و نه خاتمی معیار صدق و حقانیت محض نیستند انسان ها صاحب خردند این خرد تکلیف می آورد تکلیف این است که بدون پیروی از کسی یا پنهان شدن پشت نام کسی آدمی با تکیه بر خرد خیش تصمیم بگیرد و مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد زوب شدن در ولایت کسی و نهادن زمام خرد خیش در دست دیگری است چه این ولایت ولایت خامنه ای باشد چه ولایت موسوی خاتمی چه ولایت تاجزاده و قدیانی و چه ولایت خانواده های قربانیان جمهوری اسلامی سخن هیچ کس پیش و فراتر از معیار خرد برای انسان نباید حجت باشد جز این اگر باشد این انسان همچنان در سغارت عقلی به سر میبرد. برد تحول مهم دیگر این است که ما شهروندان ایرانی به این فروتنی معرفتی برسیم که موضع و باور خیش را مترادف و مساوی با حقیقت محض تلقی نکنیم هیچ فرقی نمی کند که کسی به جلیلی رأی می دهد یا پزشکیان یا به هیچ کس رأی نمی دهد تا زمانی که صاحبان هر یک از این مواضع معترف باشند که تصمیمی بشری می گیرند که ناگزیر خطا پذیر است و غبار بشریت بر آن سایه می افکند. در این صورت یک گام جلو آمده ایم. در میان این سه هر جا ببینیم کسی با قطعیت و جزمیت تمام حقیقت را در مشت خود می داند و متبخترانه می گوید من می دانم که چنین خواهد شد و جزین نخواهد شد در مسیر استبداد حرکت می کنند. بیشتر گفتم که هم آن 60 درصد رعی نادهنده تنوع و تکسر دارند هم آن 40 درصدی که رعی دادند. یک سانسازی این دو گروه هم دور از خرد است هم خودخواهانه. و هر دوی این گروه ها انسانند فرشته نیستند ممکن است داوری یکی یا هر دو خطا عذاب در بیاید و هر دو طیف باید این آمادگی را داشته باشند که به محض اینکه ملتفت خطا بودن روش نظر یا راه حل و موضع خود شدند در آن موضع بازنگری کنند یا آن را کنار بگذارند حقیقت در مشت هیچ کس نیست ما هم حق داریم از خردمان استفاده کنیم و مرعوب نام ها از هر طیفی نشویم و هم وظیفه داریم به حکم انسان بودن و داشتن توانایی عقلی داد این موهبت مهم انسانی یعنی ناطقه و خرد را بدهیم فضا قبارالود است و سرشار از مقالطه هیچ کدام از ما تجسم و عینیت حقیقت محض نیستیم راه جلیلی ها را نروید ترک خودکامگی کنید حتی وقتی دارید با خودکامه می ستیزید در راه انسان بودن در راه فروتنی معرفتی در راه دفاع از حقیقت فریب نهیب و ناسزا را نباید خورد به خرد تکیه کنید استدلال را قدر بدانید استدلال خوب و بد زشت و زیبا نداریم استدلال یا روشمند و درست است یا نادرست نادرست بود باید از آن دست کشید استدلال استدلال چیزی نیست که ما از آن خوشمان بیاید یا نیاید زنده باد حقیقت از دروغ و نخوت و خودکامگی دور شویم به هر نامی که این فریب ها را به شما بفروشند فریفته نشوید به نام آزادی و حقیقت مرعوب و مفتون دروغ و استبداد نشویم مهمترین تحول روزگار ما این است که من و شما تصمیمی بگیریم ولی همیشه این احتمال را بدهیم که دست کم اندکی احتمال خطا در داوری ما وجود دارد. می توانید بگویید اگرچه اتفاقی بیفتد نظرتان تغییر می کند در چه حالتی نظرتان تغییر می کند اگر بگویید تحت هیچ شرایطی نظر من عوض نمی شود بدانید که یا تا همین الان خود کامه تمام ایار شده اید یا دارید همان راه را آرام آرام طی میکنید کنید فروتن باشید